سلام دوستای عزیزم، خوشحالم که دوباره در کنار هم هستیم برای گوش دادن به یک داستان کوتاه دیگه. داستان امروز ما هست Mountain Story، داستان کوه. Ihsan and his father were walking on the mountains. Suddenly his son falls. Ihsan, یه پسر، and his father و پدرش، were با فعلی که ing داشته باشه آخرش بیاد به معنای داشتند یه کاری رو میکردن در زمان گذشته هست. یعنی یک پسر و پدرش داشتند راه میرفتند. were walking on the mountains، روی کوها. suddenly یعنی ناگهان، یک دفعه. suddenly his son falls، پسرش میخوره زمین، میفته. falls، hurts himself and screams ah. to his surprise he hears the voice repeating somewhere in the mountain. به خودش آسیب میزنه، یعنی وقتی میخوره زمین آسیب میبینه، که اونها توی قالب زبان انگلیسی میگن hurts himself. پس به خودش آسیب میزنه یا آسیب میبینه، روونتر تو فارسی اینطوری میشه، آسیب میبینه و داد میزنه. scream در واقع معنای دقیق ترش به معنای جیغ زدن هست، ولی خب اینجا بهتره که بگیم داد میزنه، مثل معادل shouts. screams، داد میزنه. آخ، to his surprise، یعنی در کمال تعجب، اون توی قالب انگلیسی بازم میگن his surprise، در کمال تعجب او، ولی ما چون تو فارسی نداریم فقط همون در کمال تعجب. در کمال تعجب اون میشنوه، hears، میشنوه voice repeating، که صدا تکرار میشه. repeat، voice به معنای صدا، تکرار به معنای repeating، که صدا تکرار میشه. somewhere in the mountain، یک جایی. somewhere یعنی دقیقا نمیدونه داره از کجا این صدا میاد. یک جایی، in the mountain، توی کوه. curious he yells who are you. he receives the answer who are you. این صدای آه اول که مربوط به پیج قبلی بوده، یعنی یک جای توی کوه دوباره میشنوه صدای آه رو. curious با کنجکاوی، curious he yells. yells هم به معنای داد زدن هست، فریاد زدن. اون داد میزنه who are you، تو کی هستی، یعنی میخواد ببینه صاحب این صدا کیه. he receives the answer. receive به معنای دریافت کردن هست. اون این جواب رو دریافت میکنه who are you، تو کی هستی. and then he screams to the mountain I admire you. the voice answers I admire you. بعدش، and then، بعدش he screams to the mountain، دوباره داد میزنه به کوه، داد میزنه به طرف کوه و میگه I admire you، من تو رو تحسین میکنم. admire means تحسین کردن. the voice answers، صدا جواب میده یا صداه جواب میده. I admire you، من تو رو تحسین میکنم. angered at the response he screams coward. he receives the answer coward. angered یعنی عصبانی میشه، ناراحت میشه at the response، به خاطر جوابه، یعنی چون هر چی میگفته صدا هست همون تکرار میکرده، با جوابا ناراحت میشه. angered at the response، response همون مترادف answer هست، به معنای پاسخ، جواب. he screams، اون داد میزنه coward، ترسو، بزدل، coward. he receives the answer coward، اون دریافت میکنه جواب ترسو. he looks to his father and asks what's going on. the father smiles and say my son pay attention. he looks to his father، او نگاه میکنه به پدرش. look میشه نگاه کردن.
and ask و میپرسه، asks میپرسه what's going on؟ چه خبره؟ چی شده؟ چه خبره؟ The father smiles. پدره میخنده. Smile به معنی خندیدن، لبخند زدن در واقع. پدره لبخند میزنه and says و میگه my son pay attention. پسرم توجه کن. Pay attention به معنای توجه کردن. Again the man screams you are a champion. The voice answers you are a champion. دوباره مرد داد میزنه تو یک قهرمان هستی. You are تو هستی a یک champion قهرمان. صداه جواب میده تو یک قهرمان هستی. The boy is surprised but does not understand. Then the father explains people call this echo but really this is life. پسره the boy پسره is surprised تعجب کرده، تعجب میکنه یا surprised شده. But does not understand. اما نمیفهمه. یعنی نمیفهمه جریان چیه. Does not understand. نمیفهمه. Then بعدش باباه the father explains توضیح میده. میگه چی؟ میگه people call this echo. مردم به این میگن echo یا پژواک، بازخورد صدا. همون اکو راحت تره. مردم بهش میگن اکو. But really this is life. اما واقعا این زندگی هست. It gives you back everything you say or do. Our life is simply a reflection of our actions. It gives you back. Gives you back. یعنی بهت پس میده، بهت بر میگردونه. It gives you back everything. Everything means هر چیز. هر چیزی که you say شما میگی or do یا انجام میدی. Do به معنای انجام دادن and say به معنای گفتن. Our life زندگیمون، زندگی ما simply a reflection یعنی دقیقا یک انعکاس هست. Reflection یعنی انعکاس. Simply یعنی به طور ساده، خیلی ساده. ولی اینجا قشنگتر بگیم که دقیقا انعکاس چی هست؟ Of our actions. انعکاس عمل کرده ماست، انعکاس کارهای خودمونه. Our actions. If you want more love in the world, create more love in your heart. If اگر you want to میخواهی want میخواهی more love عشق بیشتر more بیشتر love به معنی عشق in the world در دنیا در جهان اگه میخوای یعنی جهان دنیا سراسر از عشق باشه عشق بیشتری میخوای create more love ایجاد کن خلق کن یا خیلی راحت تر درست کن more love عشق بیشتری in your heart توی قلبت. heart به معنای قلب، your heart هم که میشه قلبت. پس میگه اگه میخوای جهان توش عشق بیشتری باشه باید اول عشق بیشتری توی قلب خودت ایجاد کنی. If you want more competence in your team improve your competence. اگر تو صلاحیت یا شایستگی بیشتری برای تیمت میخوای یعنی توی تیمت میخوای improve ارتقا بده زیادش کن افزایش بده your competence صلاحیت خودت رو یعنی میخواد بگی اگه صلاحیت بیشتری برای گروهت میخوای اول باید از خودت شروع کنی improve your competence افزایش بده بیشترش بکن competence یا صلاحیت خودت رو. This relationship applies to everything in all aspects of life. Life will give you back everything you have given it to. This relationship is رابطه. این رابطه
applies to everything. برای همه چیزها به کار برده میشه. applies به معنای به کار بردن، everything هم که گفتم همه چیزها، هر چیز. یا پس چی شد؟ میگه این رابطه شامل همه چیز می، همه چیزها میشه. in all aspects of life، تمام جوانب زندگی. aspects جوانب، of life جوانب، یعنی اون آف به معنی مثل این کسره ما میشه، جنبه های زندگی. life will give you back، زندگی به شما پس میده. everything، هر چیزی که you have given it to، تو داده ای به آن. you have given it to، پس میگه زندگی هر چیزی رو که تو بهش بدی به تو برمیگردونه. Your life is not a coincidence. It's a reflection of you. Unknown author. میگه زندگی شما یک اتفاق، coincidence، اتفاق، حادثه نیست. It's a reflection، اون انعکاسی یا بازتابی از of you، بازتابی از شماست. یعنی میخواد بگه بازتابی از وجود شماست، زندگی شما اتفاقی نیست. و این نقل قول هم از unknown author، یعنی نویسنده یا author، unknown. unknown به معنای گمنام، یعنی نمیدونیم که این کین حرف رو زده و در واقع گوینده یا نویسندش گمنام هست. unknown author. خب همراهای عزیزم، تا اینجا یه داستان، امیدوارم خسته نشده باشید، لذت برده باشید و به اندازه کافی هم استفاده کرده باشید. میرسیم به بخش آخر داستان، بخش روانخوانی ساده داستان بدون ترجمه. امیدوارم که از این بخش هم نهایت استفاده رو ببرید. A son and his father were walking on the mountains. Suddenly his son falls. Hurts himself and screams, ah! To his surprise, he hears the voice repeating somewhere in the mountains, ah! Curious, he yells, who are you? He receives the answer, who are you? And then he screams to the mountain, I admire you. The voice answers, I admire you. Angered at the response, he screams, Coward! He receives the answer, Coward! He looks to his father and asks, What's going on? The father smiles and says, My son, pay attention. Again, the man screams, You are a champion! The voice answers, You are a champion! The boy is surprised, but does not understand. Then the father explains, People call this echo, but really this is life. It gives you back everything you say or do. Our life is simply a reflection of our actions. If you want more love in the world, create more life in your heart. If you want more competence in your team, improve your competence. This relationship applies to everything in all aspects of life. Life will give you back everything you have given it to. Your life is not a coincidence. It's a reflection of you. unknown author. خب دوستان، رسیدیم دیگه واقعا به انتهای داستان امروزمون. اگه ذره‌ای براتون مفید بود و خوشتون اومد و استفاده کردید، حتما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون هم ارسال کنید. میبینمتون تو ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.